خدا کوشی. خوشه یه خشم من و تو تشنه یه بارونه، حق ما کم نیست، زانوی غم نیست، قلب ما که دور از هم نیست، دنیای تازه این یه آغازه، پنجره تارو یا بازه. سلام بچه ها، خیلی خوش اومدید به مدبس. فرزاده هستم به همراه آنایتا و ترک جدیدی که از آرتا و همراه مهراد هیدن اومده به نام خدا کوشی. نکته جالبی که داره، بعد اینکه این ترک ریلیز شد، بعضی بچه ها مدبکس اومدن در دایرکت و غیر از دایرکت و چهار مختلف که بودوید ریاکشن بدید، که ترک اعتراضی اومده که مهراد هیدن دخیله و این دفعه ترک اورجیناله. این دفعه اورجینال مال خوش آره. دیگه مال شهریار و اینا نیست. آره، در واقع ترک مال آرتا از چنل یوتیوب آرتا منتشر شده، ولی فیت با مهراد هیدن. بریم گوش کنیم ببینیم که با چه ترک اعتراضی مواجه هستیم، چون خیلی منتظر بودم ببینن که مهراد هیدن آره بالاخره کار میده کار میده یا نمیده. خوشحالم از یه بابت، ولی باید گوش کنیم ببینیم که چی گفته. برو بریم. وای به خود آرتا، امضای کارش اصلا مشخصه. و کاور کار که در واقع همون خود راجب خدا و کائنات و ایناست دیگه جورایی. آره، این ابر و این فضایی که کهکشان و بعد نوع وای به کارم که شروع شد به ترک برنده اعتراضی که نمیخوره، احتمال داره که درد دلگونه باشه. ولی کاورش نمیدونم خیلی، حالا شاید مثلا داره. میتونی بگی که در پس ابرهای سیاه و در تاریکی شب سفیدی و نور خواهد آمد، از این ابرها یه هم چیزی؟ به نظر میشد به بیشتر کار کرد کاور، به نظرم جا داشته. چی میشه تا این منترو یه نجاتمون بده، حلسته این هتل و هر و فیلم ها رو میبینم گه هم بنه میان چرا این آدم تو ببین اگه من نمیاد صدم، گفتی برام اونا بهش و جهنم، چه جوری باور کنم چرا قده تو نزنم، آخه من که نهیدم ات فقط اسم تو بلدم، به یه نشونه بده برو بهم تو عده بر خدا کشی. دوست دارم صدای آرتال واقعا دوست. خواستم بگم یه دلم تنگ شده بود در این دیگه نزدیک به سه ماهی که داره میشه و اینا. خب خیلی آرتیست ها منو کار ندادم، منتظر بودم. آها، حتی گفته بودش که داره کار میکنه رو کار جدیدش، منتظر بودیم. اصلا فکر نمی کنم با مهراد باشه. بعد خب جفتشون صدای خیلی خوبی دارن، یعنی به نظر من کنار هم باید خیلی باحال شده باشه. ولی کلا اینکه شروع شد و با ورس آرتا شروع شد، من چون صدای آرتا خیلی دوست دارم، بعد وایب ترکی طوری که چون داره با خدا صحبت میکنه، بعد کلا آرتا استاد دردره عاشقانه است. دیدی توی ترک های خوشم عاشقانه لفظای خوشگلی که میاد، اینجا هم داره یه جورایی مثلا صحبت میکنه انگار با خدا، ولی انگار لفظای باز یونیکه خودشو داره. کل این مدت بگو کجا بودی، اونم تنهایی بداشت ولی تو آرومی، تا که قراره که باشه بگو بازمونی، بگو خدا کوشی، مگه نمیگفتی که هرچی شد تو بامونی، مگه نمیگفتی. یه غم هم داره خیلی غم داره. اینکه خب قبلش هم میگفت هر روز این ویدیو رو میبینم دیگه گریم من نمیاد، واقعا دیگه اشکی نمونده. نمیدونم چه جوری شدیم، یه جوری شدیم، حال خراب داره. و اینکه داره راست میگه، میگه مگه نمیگفتی که هر چی بشه من کنارتونم اینا. بعضی وقتا مثلا ممکنه، یعنی خودش هم داره میگه آرتا که بهم حق بده که شک کنم که اصلا نیستی. شک کنم، این شکیه که همه تو دلمون تو روزا شاید داشته باشیم. که هرچی چه تو بمونی، تا
کی قراره که باشه بگو بازم بگو که درست میشه همه چی این همه سال ایچ که به دادمون نرسی بگو این همه آدم هر روز میمیره برای چی خیلی بال اینجاشه دوست داشتم واقعا این همه آدم و هر روز میمیره برای چی؟ برای آزادی دیگه بالاخره راه آزادی چیز داره آره ولی... آزادی راحت به دست ولی نمیاد ولی که خدایی هم اگر که هست و اونجا دیگه نمیدونم به مرگ این همه آدم که نباید راضی باشد نمیدونم برای چی یکی فکر کنم یه الان باید کم کم منتظر باشیم بی صبرانه منتظرم ببینم که البته احتمالاً در این فضا تکس نوشته دیگه لیریکسش که ولی بازم جالب خواهد بود نورانیه این مشعل افتاب طلایی پر رنگ خون تو رگ من سرخابی شرابی زندگی آمارو مثل نهایی آقا ولی بازم باید اعتراف کنم که خیلی توقع میدونی چون تو آرتیستی که دوست داری صداش همیشه همه جا در کنار تو بوده در خوشیات و در ناخوشیات خب انتظار داشته که تو این حال خراب هم داشته باشش دیگه اتفاقا اینجور روزا تو دقیقا یه از اون آرتیست که دوست داری بیشتر توقع داری این کار انجام بده ولی داستان اینه که کلن از آرتیستامون توقع داریم حالا البته که شرایط متفاوته اونایی که تو ایران هستن ولی من خوشحالم که حالا مهراد اومده یه کار اینجوری کرده و به هر حال در سبکی حالا من شاید مثلا انتظار داشتم یه مقدار برنده تر و اعتراضی تر بیا تو ولی خب اگه برم تو ایران و داستانه اینجوری نمیتونم واقعا صد درصد نظر بدم ولی خب خیلی هم هنوز این کار رو در این سطح هم نکردن این هم جدا جا نمیشه عقاب تو قفصه یه قناری این در و دیوار میکنه آدم و روانی زیاد من نمیره این دوران کذایی نیاده ایش کسی کاش که میشد تو اکین خونه نسازیم خیلی ملوه چیز خاصی نمیگه میدونی باز آرتا بیشتر گفت آره خب آرتا داخل ایران حالا گوش کنیم باز میخوام خودم نگهدارم بذار باز گوش کنیم کاش صدا برسه به تلا هر جایی خدا کوشی کل این مدت بگو کجا بودی دونم تنهای علی به جاش تو آرومی تا که یه قراره که باشه بگو بازمونین ببین میدونم تنهایی میگه خدا خدا میگه میدونم تنهایی ولی خب جاش آرومی ببین کلی بخوای بگی اگه تو این مقطع زمانی نبودیم که برامون خیلی مهمه شاید میتونست به یکی خب وای به آهنگ با حاله و اینکه خیلی ملوه آهنگ ولی الان تو تایمی هستیم که باید خیلی حرف زده بشه خیلی دیگه... مستقیم تر حرف زده بشه یعنی یا ترکت باید بیاد بیان کنه اتفاقاتی که افتاده یا بابت یاداوری باشه ترک یا بیادش اعتراض کنه و قدرت بده و تو این تایم به این دو مدل نیاز داریم به نظرم باید بذاریم تایشم گوش کنیم باید نظر بدیم خدا کوشی تمام شد دوست نشم توقع بیشتر داشتم توقعی که داشتم و برآورده نکردش ببین
این الان نمیدونم دو روی سکه است. از یه بر میگم که اوکی این که اومد یه کار کرده اوکیه، آخه یه کاری کرده، ولی از یه بر تو به خدا اعتراض میکنی. به خدا اعتراض کردن که مشکل نره، ما همیشه میتونیم اعتراض کن. خب این چه فرقی با اون فری استایل ام جی داره که میاد میگه ما هممون مرگ بر خودمون؟ آره، یعنی یه جورایی به نظرم وسط بازی کردنه. بازم میدونی من توقعم از آرتیستی که صداشو دوست دارم باش زندگی کردم توی جاهایی پیش از اینه الان. من هم تو میگم برنده نبود دیگه این به خدا اعتراض کردن. اوکی خب تو همیشه میتونی از خودت جلوگیری کنی. ما ترکی گوش کردیم که این تایم یه دونه اتفاق اگه اشتباه نکنم زبان کردی بودش گوش کردیم یا بلوچ بود نمیدونم خوب. که اعتراض داشتیم که به خدا، ولی علنا داشتش وقایعی که اتفاق افتاده رو عنوان میکرد. آره. خشمشو داشت نشون میداد. میگم امروز روز ما به یه ترکای نیاز داریم که دو تا وایب داشته باشه، یا یاداوری اتفاقایی باشه که افتاده که نباید فراموش کنیم خونایی که ریخته شده رو، خب یا اینکه بیاد یه قدرتی بده، یه موتیویتی کنه، یک خشمی به وجود بیاره. این فاقد تمام اینا بود. اگه توی حالت عادی بود و خارج از این زمان بودیم شاید میگفتم آقا وای با هفته بازم به نظر من در صورت ما ترک نرمالی بود، ولی میگفتم آقا وای بهش اوکی دیگه، وای به یکی داره به خدا صحبت میکنه و فلان و هرچی. ولی در حال حاضر یه همچین ترکی، یعنی به عنوان ترک اعتراضی شاید دیگه. من خودم به شخصه منتظر چیز دیگه بودم. ببین من احساس کردم که زمانی که امروز بچه ها گفتن و اینا احساس کردم که بچه ها خوب واو بالاخره تو کسی هم که مثلا حتی راک هم کار کرده و اینا، به اون دلیل من بیشتر هم دوستش داشتم. واو بالاخره نتونسته پیش خودش، من که میدونم تو قلب چی میگذره، ولی اینو بالاخره اومد پشت مایک گفت. ولی من احساس میکنم مثلا یه کاری بوده، آرتا گفته که حالا مرا تو هم یه ورس بده یه خود اوزار اوکی تر میشه. ببین میخوام یه طرف فکر کنم که خب چون توی ایرانه خب نمیتونه که خیلی چیز برنده‌ای بگه فلاینه، ولی خب از من بخوام فکر کنم نه داریم آرتیستی که تو ایرانه و این کار انجام داده. نمیدونم حالا تازه آخه ببین بعضی آرتیست ها که تو ایرانه و این کار انجام دادن اصلا امکان جای دیگه رفتن هم ندارن، ولی بعضی هم دوستان این اصلا میرا رو... اصلا ایران نباشه الان. آره. شاید لندن باشن، خیلی این امکان رو دارن که به راحتی از ایران خارج بشن. بعد اصلا ولی هیچ حالا به هر صورت هر کسی خودش تعیین میکنه که کجا وایسه، ولی من نظر شخصی اینه که فکر میکردم حرفای بیشتری گفته بشه تا یه درد دل با خدا. خب این هممون هر روز در دلمون درد دل رو داریم، نیاز به گفتنش به این شکل بلند حالا باز نیست. مثلا آرتا تو ورسش باز بیشتر اشاره آرتا باز یه مقدار این ورمور زد و فکر نمیکنم آرتا مثلا مشکلی داشته باشه مثلا اگه تو یکی از ترک های چمنم با کوروش هم بره تو اون ساعت کار نه. کنه فکر نمیکنم مثلا نه. مشکلی داشته باشه، شاید بخاطر وای ولی چیزای بیشتری گفت. بر صورت اون چیزی که من فکر کردم توقعمون این نبود دیگه. حتما بچه ها منتظر این هستم شما که بنویسید زیر این پست، حتما کامنت کنید نظر شما چیه. دمتون گرم تا آخر ویدیو همراه من و نیتا بودید. دم همه ایرانی ها گرم در کل دنیا که همچنان پرچم بانگرد داشتن، مخصوصا بچه هایی که تو ایران هم میدین قلب ما هر لحظه با شماست. و برای محسن شکاری عزیز واقعا از ته دل متاسفم این اتفاق افتاده، و با این چیزا جلوی این خیزش گرفته نخواهد شد و متاسفم که این فقط خشمو بیشتر میکنه. متاسفم که این گلهایی که این بچه‌ای که تو ایرانن اینجوری داره این اتفاق افتاده. دمتون گرم، خیلی دوستتون داریم، مواظب خودتون باشین، خدافظ.